بند جان و خرد، خانم ها، آقایان، با سلام عرض ادب دارم. در دو ماه گذشته بودش که همایش ایرانی، رنسانس ایرانی یا نوزایی ایرانی در پاریس برگزار شد. از جمله سخنرانانی که در این گرد همایی یا همایش صحبت کردند جناب دکتر زرتشت ستوده بودند که سخنرانیشون جای خاصی داشت. خیلی در مورد سخنرانیشون شنیدم و همین دلیل از حضورشون استدعا کردم که این شانس رو به من بدن که امروز در خدمتشون باشیم. عرض ادب میکنم جناب زرتشت ستوده، حال شما چطوره؟ سپاسگزارم از پرسش جناب ستوده. اولا جلسه گذشته ای رو که من در خدمتتون بودم، اینقدر سخنرانی و صحبت‌های شما شیرین و دلپذیر بود که بسیار بسیار من جواب گرفتم از تماشاگرانمون راجع به کمالات شما و همینطور نحوه سخن گفتنتون و پر بودن محتوای کلامتون. امروز که در خدمتتون هستم مطمئنم به همون شیوه پیش خواهیم رفت، ولی هم نداره، فقط دلم میخواد که بدونم شما در همایش ایرانی رنسانس در پاریس به چه مقوله پرداختید که همه ازش صحبت میکنن؟ خب من سرباز ایرانی هستم، به هر پایه‌ای که باشم همون پایه سربازی را دارم. در آغاز گفتارم همیشه چون گفته ها برای ستایش نیکی های ایران هست که در اوستا فر هست، من همون فراز اوستایی رو میگم، اید یعنی کورنو یزم فر ایران را می ستایم. در گفتگویی که من در پاریس داشتم باز هم در ستایش فر ایران بود، در ستایش نیکی های ایران. در اونجا هنگام گفتگو گفتم که من به ستایش فر لگدمال شده ایران می پردازم. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه سرزمین ایران دارای بیشترین نیکی هاست. اوستا گواه این سخن است که سراسر سپاس و ستایش از ایران می کند و جهان کهن تا جهان امروزی سراسر گواه این است که ایران دارای فر است. چرا میگویم که جهان کهن تا امروز؟ چون از هنگامی که ما ایران بوده ایم به نو کردن جهان، به دادن فر به جهان پرداختیم. برای نمونه من در اونجا گفتم که در سالهای 400 ترسایی، چون اوستا میگوید که فروهران زنان و مردان نیک جهان را می ستاییم و چون فرهنگ اوستایی و فرهنگ ایران شهری و ایرانی فرهنگ جهانبانی است، فرهنگ نگهبانی از جهان است، همچنان که در اوستا میگوید که چهار گوهر را باید پاس داشت. چهار گوهر همه چیزی است که جهان هستی بر پایه آن ایستادند، که آب و خاک و آتش و درسته دیگه. این چهار گوهر را باید سپاس داشت، باید. پس این که در زبان اوستا بهش اشا گفته می شود، این فرهنگ ایران شهری برای نگهبانی از اون فرهنگ برپا شده است. گفتم که ما نیکی بر جهان آوردیم و همیشه در راه فرش کردی. فرش به زبان اوستا می شود نو،
فرش کرد میشه نو کردن، همچنان که گیتی همه ساله با آمدن بهار که خب چه واژه زیبایی هم هست، نیکی و خوبی و به می آورد، فرهنگ ایران شهری هم به همین هنجار است. شما فرمودید فرش، فرش به همون مفهومی که در انگلیسی هم هست نو؟ همون واژه است، همون واژه است، چون زبان اوستا زبان جرمنیک است و زبان انگلیسی هم زبان جرمنیک است. این است که واژگان اوستایی فراوانی در همچم در یا هممانا در زبان انگلیسی است. من گفتم که چون اونجا پاریس بود و کشور گل بود، گفتم که خب کشور فرانسه گل پیشین، گفتم که ما برای اینکه من پیوسته میگم که ما نگهبانان عشا در جهان بوده و تا زمانی که میتوانستیم و توان فرهنگ ایرانی را بیگانگان نبریده بودند، ما همیشه پاسدار نیکی ها و پاسدار جهان هستی و عشا بودیم. در هنگامی که در سال 400 ترسایی، هنگامی که مردم هون که جهان را به از آسیا برخواستند و به میانه اروپا رفتند و جهان را به آتش کشیدند، ما چون نگهبان جهان هستی و جهانبانان بوده ایم، به فرمان یکی از شاهنشاهان همایونی ساسانی، شاهنشاه اورمزد روانشاد، دو تن از جنگاوران بزرگ ایرانی به کشور گل، یعنی از آسیا نبرد و زدن هونا را آغاز کردند و تا فرانسه رفتند. دو تن از این دو تن از کسانی هستند که از میان اون پهلوانان که برای آرامش جهان یاری میکردن، کوشش میکردن، به نام گوهر و فرزندش سنگبن در فرانسه یا در کشور گل پادشاه شدند. دو تن ایرانی در فرانسه پادشاهی کردند، خود گوهر و فرزندش سنگبن در فرانسه زمانی که گل بود پادشاهی کردند که بتوانند آرامش و آسایش را و جهانبانی را و عشا را و هنجار درست هستی را به جهان اروپایی بیاورند. این چه تاریخی بوده؟ سال 400 ترسایی هست. منظور از 400 ترسایی چون 2015 هست، سال 400 1600 و خورده ای می شود دیگه. سال اکنون 2015 ترسایی است. اون هنگام که گوهر در فرانسه پادشاهی کرد و پسرش سنگبند پادشاهی کرد، سالهای 400 هست، یعنی تقریبا 1500 2000 سال، نزدیک 1500 سال پیش. درسته. من این فر ایران هست، این فر شاهنشاهی ایران است. و همچنان افزودم نه تنها ما در فرانسه پادشاهی کردیم برای اینکه آرامش را بیاوریم، برای اینکه هون را بزنیم و بتواند فرانسه فرانسه شود و اروپا اروپا شود، نام یکی از شاهنشاهان درخشان ایرانی، اینکه با دل خون میگویم که در ایران پشت به اینها شده است و فر ایران لگدمال شده است، در کشوری نهاده شده است که نه ایرانی است نه زبان ایرانی دارند، و اون شاهنشاه کمبوجی است که کشوری به نام این شاهنشاه، به بالندگی نام همایونی او، کمبوجیا نام دارد. یک کشور در آسیا به نام شاهنشاه کمبوجی، روانشاد شاهنشاه همایونی هخامنشی، و دو تن پادشاه ایرانی در فرانسه پادشاهی کردند. این در آغاز گفتارم گفتم. جناب ستوده، این فرمایشی که الان کردید مستنده یا بر اساس روایات و تصورات تاریخ نویسان؟ من ایران شناسی را در اروپا خواندم. بله. هم ترک شناسی را هم ایران شناسی را در اروپا خواندم. در ایران سرباز بودم. امروز جهان اینترنت است. در اینترنت شما می توانید این پادشاهی را که می گویم به نام گوهر، با نام گوهر GOAR بجویید، بنویسید گوهر، ویکی‌پدیا به شما می گوید که گوهر پادشاه ایرانی و فرزندش سنگبند در چه سالی در فرانسه پادشاهی کردند، یا کشور کمبوجیا را نامش را بجویید، در اونجا
فهرست پژوهندگان به شما اون نام پژوهندگان را و پژوهشان را همه را با بهرست میگوید که نام شاهنشاه کمبوجیه بر روی کشور کمبوجیه است. این آسان در اینترنت می شود جست. خیلی ممنونم از توضیح اضافه‌ای که دادید که کجا من میتونم برم و مطمئن بشم 100% این مستند هست. گوهر، گوهر، GOAR امروز نام این همین گوهر در کافکاز هست. در کافکاز مردان ایرانی نامشون گوهر است. یکی از مردان ایرانی که نژاد ایرانی داشت هم خوب به زبان ایرانی گفتگو نمی کرد سپهبد روانشاد گوهر دودایف یا گوهر دوده، سپهبدی از کشور ساسان که خب اونا چچن میگن ما به اونا ساسان میگیم، خودشون هم به خودشون ساسان میگن، از کشور ساسان بود. سپهبدی بود که میخواست کافکاز را از دست روس شوم به گفته قائم مقام فرهانی رها کند. اون نامش گوهر بود. در کافکاز این نام هست و نام مردان هست. سرزمین چچن رو سرزمین ساسان میگویند؟ درست. بله بله. ایرانیان کافکاز به ویژه ایرانیانی که در کافکاز به نام ایرون هستن چچن نمی نامن، اونجا رو ساسان می نامن. ما اونجا را ساسان می نامیم. اون چچن گویشی دیگری هست، گویش نادرست است. چون اینا ساسان، این چچنی که شما می شناسید رزماوران ما بیشترش کافکازیان بودن یا تالشان بودن یا کافکازیان بودن. تا زمان صفوی هم همینجور بود. سخن دراز میشه. در زمان صفوی هم با اینکه روانشاد شاه عباس خود مردی شیعه بود، رزماوران رده یکم ایشان از نامسلمانان کافکازی بود، از ایرونیان، از ساسانیان که همین چچن باشد. همیشه اینجوری بود. این است که به بالندگی نام درخشان و همایونی ساسانی اون بخش از ایران در کافکاز که اکنون به نادرست چچن نامیده می شود ساسان نامیده می شود و ایرونیان در کافکاز اونا را ساسان می شود. جناب ستوده، یک لوگوی رو میذارم روی تصویر. این لوگویی است که شما استفاده کردید ازش در همایش پاریس. ممکنه این لوگو رو برای ما توضیح بدید و تشریح بکنی که چی هستش؟ اتاق فرمان خواهش میکنم لوگو رو بذارید. خب این رو من ساختم برای اینکه در اونجا گفتگوی خود رو انجام بدم. همه نماد میتواند گفتگوی من را پوشش بدهد. در فراز نوشته شده است که فر ایران را می ستاییم به زبان پهلوی. خب فرهنگ ایرانی، فرهنگ ایران شهری و اوستا همیشه اینجوری بوده. ایران سرزمین نیک، مزد آفریده و ستایش شده استش. از دروازه ایران یا در الان میگن، چون رله میشه در زبانها، در زبان ایرانی هم همینجوریه. برای نمونه بخره شده است بلخ. این لوگو رو خود شما ساختید؟ بله خودم ساختم. اینی که فر ایران دستون درد نکنه، عجب هنرمندید شما. خواهش میکنم. من اینو نوشتم که فر ایران را می ستاییم برای ایران. گفتم از دروازه کافکاز که به درون ایران شهر میایید هنوز این دروازه هست. در بالاش نوشته است به پهلوی که نیست ایران شهر خوشتر گواگر، از ایران شهر زیباتر جایی دیده نمی شود، از ایران شهر خوشتر جایی دیده نمی شود. این همین فر ایران را می ستاییم. در پایین اون نماد آنچه که رنگ سرخ دارد، بله، قویان قزلباش یا کلاه سرخ می نامیدن یا سر سرخ می نامیدن، کلاه میتراست، کلاه فرهنگ درخشان و رهاینده اروپا از دست کلیسا و زاینده اروپای نوین. این فرهنگ است، برای اون اونو گذاشتم اونجا. اون کلاه میتراست که زمانی که در فرانسه نوزایی آغاز شد، به گفته خودشون پیولاسیون، نوزایی آغاز شد، آن کسانی که نوزایی را و شورش جدا شدن از دست کلیسا را رهبری می کردن که بتوانند کشور فرانسه را
از دست فرهنگ سامی بگیرن و به فرهنگ ایندوژرمن یا فرهنگ ایرانی و فرهنگ اروپایی بیاورن، همه از پنهانگاه های خودشون با کلاه مهر، آن کسانی که شما به نام روبسپیر نمیدونم اینها میشناسید، همشون با این کلاه مهر از اونجا آمدن و این فرهنگ مهر در اروپا بود، چیز تازه ای نبود. از زمانی که فرهنگ مهر را آیین کلیسا با سنگدلی و با بدسرشتی به کشتار پرداخت و با نابودی نیاشگاه ها اینها را انجام داد، این فرهنگ چون فرهنگی نبود که با کشتار و زور آمده باشه نرفت، ماند. نیکی هاش نیک بود و نیک ماند، اما خب در میان همگان نماند، در میان گزیدگان ماند. در کوی برزن ایتالیا در روم شما راه بروید، در تاک های پیروزی که ساخته شده است کلاه میترا را میبینید. در اروپا این کلاه به نام کلاه پیروزی، گاهی کلاه فریکیه و کلاه میترا نامیده میشد. کسانی که از بردگی در اروپا در می آمدن و شهروند آزاد می شدن، کلاه ایرانی میترا را که رنگ سرخ داشت رو بر سر می گذاشت و آزاد می شد و شهروند روم می گردید. این اندیشه و این فرهنگ در اون سرزمین اروپا از سالهایی که روم بوده است یک سازمان اندیشمندی بوده است به نام گنوس یا اگنوس یا گنوسی، با واژه زانستن و دانستن ایرانی یک واژه دارد. در اونجا مانده بود، از میان نرفته بود، در اونجا مانده بود. سپس تا 1700 و خورده ای که ادم هاپتوایز یک سازمان رازگری رو که در اروپا میسن رازگران آزاد میگویند بنیاد نهاد، این فرهنگ در از اون جامعه گنوستیک در آمد و سپس به این سازمان رفت. پیش از شورش فرانسه دست کم 200 شاخه این سازمانی که ادم هاپتوایز جرمنی بنیان نهاد در پاریس بود و سازمانی که شورش فرانسه را، یعنی اون چیزی را که به نام رنسانس فرانسوی ها میگن، ما میگیم فرش کرد یا نو کردن میگیم یا نوزای میگیم، همین سازمان رازگران آزاد یا فریمیسون بزار، این رازگران آزاد همون فریمیسونه. خب بله، من همین همش داشتم فکر میکردم. بله، همین رازگران. سپاس که روشن میکنید که چی است. ولی این فرهنگ در اونجا ماند. ادم هاپتوایز همه اون فرهنگ را از سازمان گنوسی برداشت و در اونجا گذاشت. این 200 شاخه که در فرانسه بود خیشکار یا کننده یا برپا کننده این شورش هست و این فرهنگ ایرانی مهر را آوردن، فرهنگ رهاینده خودشون کردن که آنان را از دست کلیسا بگیرد که ژاندارک آتش میزد. من جناب ستوده، الان که این مسئله رو عنوان کردید و گفتید که این جماعت فریمیسن رو آلمانی فرمودید، دیگه ریشه آلمانی داشتن، رفتن و انقلاب فرانسه رو به وجود آوردند. خب من در تاریخ داشتم یه چیزی میخوندم و که در زمان 120 سال پیش، در زمان در ترکیه امروزی، در زمان عثمانی هم سازمان‌های آلمانی بودند که تشکیل گروه‌هایی را دادند که این گروه‌ها با دولت عثمانی در ستیز بودند و بعد دولت عثمانی در جواب اون سازمان ها بودش که اون جنسایس رو به وجود آورد، کشتار ارامنه رو به وجود آورد. آره درسته؟ من اگر خوب دریافته باشم میخواید گفتید که سازمان هایی که جرمنان در ترکیه درست کرده بودن در برابر ترکان ایستادن که ارمنیان را نکشن، آیا این را میبرمید؟ نه نه، من میخوام بگم که همون سازمان و همون تشکیلات بود که سازمان های جدید دیگری هم درست کردن، همونطوری که در انقلاب فرانسه دخالت کردن، اینجا هم در زمینه کشور عثمانی هم دخالت بکنن. سازمانی که به ویژه ادم هاپتوایز درست کرد،
سازمانی هست که در هیچ کجای جهان شاخه نداشته و ندارد و نخواهد داشت. سخن اکنون کوتاه بکنم. برای نمونه از این 200 شاخه‌ای که در فرانسه درست شد و بر پایه آیین مهر درست شد و ادم هارت وایز و اون سازمان رازگران آزاد کوشش کردند که جهان و فرانسه رو از دست آیین ترسایی بگیرند و به آیین رهاینده ایرانی بسپارند که کلاهش نمونه آن بود، هموندان زیادی داشت. یکی از هموندان این سازمان که آشکاریه شورش فرانسه را ساخت سرلشکر مارکوس دو لافایت است. سرلشکر لافایت افسری است که هموند همین سازمان بوده، افسر رازگران آزاد همین سازمان بود که به آمریکا رفت و در شورش آمریکا را که در برابر انگلیس انجام شد که انگلیسیان را توانستن از فرانسه از آمریکا بیرون کنند را رهبری کرد و در اون راه با فرانکلین و واشنگتن که خودشون هموند همین سازمان بودند، هم جورج واشنگتن هم فرانکلین در این سازمان بودند و زمانی که شورش فرانسه داشت انجام میشد، یعنی نوزایی فرانسه، هم جورج واشنگتن هم فرانکلین هموندان این سازمان بودند، در اونجا بودند. سپس همزمان با همدیگه به آمریکا رفتند. برای همین است که شما استانهای آمریکا را نگاه کنید، سنای آمریکا را نگاه کنید، ستاد ارتش آمریکا را نگاه کنید، همشون یا بیشترشون دارای نشان مهر هستند، یعنی کلاه مهر در همه استانهای کنونی تا کنونم هست. ارتش فرانسه هم این کلاه مهر را داره و همین سازمان، یعنی سازمانی که سرلشکر لافایت و فرانکلین و جورج واشنگتن بودن، شورش ها را در شاخ گذاری کردن. پیوند با سخن شما، شاخ گذاری کردن در آمریکای لاتین یا آمریکای نیمروزی. امروز کلاه مهر در همه کشورهای آمریکای لاتین نماد بود. همین الان در آمریکا هم هست. در همین لس آنجلس ما 3-4 معبد یا مرکز بزرگ هستش که به صورت موزه هم نگهداری میشه و کنسرت های بسیار عظیم در اونجا انجام میشه که هنوز این گروه هستن. من از شما چون انحرافی پیدا کردیم راجع به اون چیزی که میخواستیم صحبت بکنیم، اومدیم یه جایی که اینم مهمه، من میخوام ببینم روی تمام تحقیقاتی که شما کردید، سازمان فریمیسونری یا بنایان آزاد، یا شما اشاره کردید گفتید که رازگران، این سازمان آیا یک سازمان اقتصادی بود، یک سازمان سیاسی بود، یک سازمان جنگنده بود؟ در حال سازمانی بوده که زیرزمینی بوده، حتی در ایران هم شعبه داشت، در همه جای دنیا شعبه داره، هنوز هم داره. اگر در آسان کنم، سخن رو کوتاه بکنم، برویم به روم. در اونجا یک ساختمان 2000 ساله است به نام پانتئون. بله. پانتئون به زبان ایرانی می شود ایزدستان. بله. جایی که ایزدان را در اونجا چهرش را یا نامش را می گذارد. این پانتئون 2000 سال است. در روی دیوار پانتئون شما نگاه کنید، نشان سازمان رازگران آزاد را می بینید. نشانش پرگار هست، قلم هست، قلم که سنگ را میشکنه. بنایان آزاد. آها، او در اونجا هست. این ساختمان به سادگی نشون میده که دست کم 2000 سالش هستش. یعنی این سازمان یه سازمان 2000 سال است. گفتم که اون سازمانی که به نام گنوسی یا سازمان گنوس در اروپا بود و کار اندیشه را و کار نگهداری و نمیدونم رهبری جهان اروپا را داشت، همین سازمان است که سپس به ریخت رازگران آزاد در میاد و پس از اون همین سازمان است که ادم هابسوایز در جرمن شاخه ای از اون را بنیان میگذاره و همون سازمان است که شاخه هایی از اون در فرانسه برپا میشه که نوزایی فرانسه را با یاری از فرهنگ ایرانی، با یاری از فرهنگ مهر و آیین مهر که نشان پیشین اروپا بود را برپا کردن. همین آیین را همین کسان بردن در آمریکا و سپس آمریکا. شما پرسیدید آیا سازمان سیاسی است؟ آری، هم سیاسی است، هم سازمان مانبودی یا اقتصادی است، هم سازمان جنگی است، دارای همه گونه توان در گذشته بوده است و اکنون هم هست و به رازگران و بنایان و سازندگان هم بسیار مهر دارند. برای نمونه این افسون می‌کنم،
ساختمان یادبود جورج واشنگتن رو که در آمریکا هست نگاه کنید، در اینترنت هم میتوانید نگاه کنید، همه چیزهایی را که در تخت جمشید میبینید در اونجا گذاشتن. چرا گذاشتن؟ برای اینکه آن کسانی که در تخت جمشید گرامی نمادهای گوناگون را برپا کردن همه رازگر بودن و نشانهای دستینه آنها هم در زیر کارهایشان هست. این است که یک سازمان کهن ریخت دگر کرده از نیکی به بدی، از بدی به نیکی، بستگی داره چگونه نگاه بکنید، بوده است و هست و خواهد. خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که اینطوری مسئله باز شد، چون واقعا در افکار عمومی هست که قدرت اساسی جوامع در دست برنامه ریزی شبکه های رازگری است، یا که شبکه هایی که ما نمیشناسیم هستش، و این همیشه بوده هست و حتی ریشه اوستاییه. بله، فرهنگ گنوسی، فرهنگ اندیشه، در اندیشه از نگاه کنید، اگر در باز هم به اینترنت نگاه کنید درباره گنوس یا اگنوستیک یا این سازمان های اندیشه نگاه کنید، دو چشمه برای این سازمان ها میگه. یکی سازمان های اندیشه اوستایی ایرانیان است، سازمان بنیادگذاری شهری و اندیشه شهریگری و اندین و رهبری و فرمانروایی و ارتش است که میگوید در اونجا. بخش دیگرش میگوید که اندیشه دیگری از بودا آمده است که بودا یک ایرانی است، شکیامونی بهش میگن، از تیره سکه هست و کشتری بهش میگن، کشتری میشود شاهزاده، و این مرد ایرانی است و اندیشه ایرانی داشته است و نژاد ایرانی داشته است. اگر در بخش سازمان گنوسی شما نگاه کنید میگوید که چشمه اندیشه و فرمانروایی و کشورداری و تاجداری و جهانبانی از آن ایرانیان است. این سازمانی که به نام رازگری میشناسید بخش بزرگ و پایه بزرگ اندیشش و رهبری و کارکرد و جهانداری و جهانبانی را از ایرانیان گرفته است. حالا اگرچه ما به انحراف رفتیم از مسئله‌ای که می‌خواستیم صحبت بکنیم، ولی به جایی رسیدیم که اتفاقاً به مسئله مربوط شد، و اون اینه که من امروز میخواستم در خدمت شما که هستم صحبت بکنم که راجع به هویت ایرانی آذربایجان، آران و دیگر نواحی قفقاز و شمالی ایران صحبت بکنید، و ما به اینجا که رسیدیم میتونیم باز از همین گروه هم نتیجه بگیریم که صداها و ناسلوکی که در بعضی جاها میاد شاید زیر سر این آدم ها باشه. بله؟ درسته، بسیار بسیار درسته. این اکنون خوب سخن دیگر شد، بازم خوب هیچ دیگر بدی نداره، سخن خوب است، درباره ایران هست، درباره ایران هرچی بگوییم هم کم است هم خوب است. این سازمان ها خیشکار ساختن سازمان های گوناگون هستند. در سده های نه دیگه سده ها نه از سده 19 هم سازمانی که امروز به نام شوربختانه نام نادرستش بر زبان ها افتاده است و نام بیگانه هم دارد، ساخت بیگانگان است، به نام پانترکیزم یا پانترکیزم، اینا بنیان گذاشتن. کسانی مانند شاپشال، کسانی مانند ایمبری و این کسان این سازمان ها را این سازمان را بر درست کردن. انگیزه اینا این است که اون کسانی که در این سازمان ها کار میکنن میدانن که ایران بنیانگذار شهرگری است. ایران ریشه در همه جای جهان دارد. گفتم که یک کلاهش فرانسه را از اصل آینی که ژان دارک آتش میزد گرفت، به آزادی و به رهایی رسوند، و اون افسر سرلشکر لافایت از فرانسه کلاه مهر را برداشت، رفت آمریکا را از دست انگلیسی‌ها رها کرد. میدانن این فرهنگ را، میدانن که ایران فرهنگ، ایران فرهنگ بزرگ جهانی است، همه عالم تن است، ایران دل نیست گویند زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد
دلزتن به بود یقین باشد. نظامی را داهی میگوییم. داهی کسی است که اندیشمند تیره داه باشد. تیره داه یا تیره دهه از 10 تیره پهلوی ایران زمین بود است و نظامی پهلوی زبان هم هست. این مرد را ما بیهوده داهی نمیگیم. در ایران گاهی این داهی را حکیم میگویند. کسانی را که حکیم میگویند اینا سراینده نیستند، اینا بزرگتر از سراینده هستند. این است که نظامی داهی یا حکیم است و این داننده بزرگ میگوید که همه عالم تن است. این است که اون کسانی که این سازمان ها را برپا میکنن اینان میدانند این چیزها را، میدانند که ایران کشوری است که من بار پیش گفتم که کشوری است که در استونه فراز یا اقیانوس چی میگید استونه فراز را قطب شمال، استونه فراز یا قطب شمال، کشوری مانند فینلند بر پایه فرهنگ ایرانی ایستاده است. زبانش با این که زبان ایرانی نیست اما زبانش بخش بزرگی از واژگانش از ایران گرفته شده است. اینا اینا میدانن. این است که میخوان بگوین که در کافکاز که روسیان از 1830 بگوییم از ایران جدا کردن و سپس در سرزمین گرامی آتورپاتکان همه خاک باشیم اسب تو را، پرستیم آذرگوش اسب تو را، میخوان بگوین که در اینجا ایران هیچ فرهنگی، هیچ گذشته‌ای، هیچ پایه‌ای، هیچ نشانه‌ای، هیچ گواهی به ایرانی بودن نداره. این را این سازمان ها درست میکنن و شوربختانه مردمان ساده، کسانی که مانند من، خب من پیش از این سرباز بودم و سپس آواره شدم در اروپا، رفتم ایران شناسی یا ترک شناسی کنم، اونا که نمیخوانن این چیزها را که نمیدانن. این است که مردمان ساده اینها را، این گفته های سازمان های تبهکار را که نان و آب میخواهن به سادگی، اینها را فرا میگیرن و یا به کار میبرن. یا ساده هستن یا فریبکار. فریبکارانشون رو خب میشناسیم چه میگوین، سادگان روشون رو هم باز هم میشناسیم که من همون بارم گفتم یکی از سادگان خود من میتوانم باشم که اگر من همون در نمیدونم ریخت سربازی مونده بودم شدنی بود که برخی از سخنان این اینها را که خب نیروی پولی زیاد دارن، پول دلار، پول یورو، اینا توانایی زیاد دارن، خب با این پولها که پشت سرشون هست این سخنها را پشتیبانی میبخشن و سخنها پخش میشود و خب همه گیر هم میشود. چگونه میشود ایران کافکاز نام ایرانی باشد؟ در کافکاز زمینی نیست، یکم تند بروم، آسمانی نیست که ایرانی نباشد. اونگاه چجوری می شود که کافکاز ایرانی نباشد، آران ایرانی نباشد، بادکوبه ایرانی نباشد؟ اونگاه چگونه می شود که اردبیل رو نمیدونم زنگان و نمیدونم آتورپاتکان ایرانی نباشد؟ اینها را میسازن با آگاهی که میدانند که ایران تا چه اندازه ریشه در فرهنگ جهان داره و کشوری که گفتم که در هلسنکی فرهنگش سخن میگه، کشوری که نمیدونم در کوبا فرهنگ ایرانی سخن میگه. نشان کشور کوبا رو نگاه کنید، 2 تا دست که نشان مهر است، چون دست دادن از آیین مهر به جهان رفته است و کلاه میترا و خورشید ایران در اونجا است. کشور کوبا رو نگاه کنید چگونه است که کشور کوبا نشان رسمیش آیین مهر باشه، کلاه مهر باشه، اونگاه آذربایجان یا اردبیلی که من از آنجا آمدم ایرانی نباشه؟ چگونه است که سنگ سیقویر که در اوستا هست و این سنگ امروز در اردبیل هست، در جامع مسجد اردبیل هست، در آتشکده اردبیل بوده است، این سنگ در بهرامیشت اوستا سیقویر می شود زور ایرانی؟ چگونه است که سنگ سیقویی در اردبیل باشد؟ چند هزار سالشه؟ من نمیدونم چند هزار سالشه. اوستا چند هزار سالشه؟ به همون اندازه شناسنامه سنگ سیقویی هست، به همون اندازه اردبیل سنگش ایرانی است، نامش ایرانی است، کوهش ایرانی است، دشتاش ایرانی است، مردمش هم ایرانی هستند. چهره مردم اردبیل رو نگاه کنید، چهره مردم آتورپاتکان رو نگاه کنید، چهره بادکوبیان رو هم نگاه کنید. چهره کافکازی است، کافکازی چهره اروپایی است، قفقاز نیست. من میتونم هم قف بگم هم قاز بگم، اما این کافکاز است چون به اوستا میشود کوهستان. ما اونجا رو کوهستان زبان میگفتیم، اکنون هم همینجوریست، کوهستان زبان هاست. در اونجا زبان های گوناگون هست، مردمان گوناگون هست، اما بیشترینش ایرانیان هستند چون که کافکاز هست. من نمیگم که نا ایرانیان، بیشترین کافکاز بن ایرانی دارد. نگاه کنید شهر نخجوان. نخجوان یعنی چی؟ نخست زیندگان، نخیجوان،
نخی واژه نخست است، یوان زیندگان. خب این چجوری می شود که ایرانی نباشد؟ خب شناسنامش ایرانی است، نام شهر ایرانی است. امروز خب استانی هست، از استانی که نام آذربایجان را دزدیده است، میتونید یکمی خنده دارم است. نام پسوندهای گان در ایران جان شده است، این غلط است. ما شیرگان داریم و شیرجان نداریم، نمیشود شیرجان، این شیرگان بوده است. مانند گل پایگان که دست نخورده درست مانده، در پهلوی ورد پاتگان بوده، چون گل میشود به پهلوی ورد، رمله میشه ورد میشه گل. این روند دگر شدن زبان ایرانی زبان شوخی نیست. ما میدونیم که گل که اکنون هست در گذشته ورد بوده، سپس ورد شده گل، ورد پاتگان شده گل پاتگان یا گل پایگان مانده. اما آذربایجان که آتور پاتکان، آذر آبادگان یا آذر بایگان بوده، مانند زنگان که زنجان شده جه شده و نادرست است. ما پسوند جه در زبان ایرانی نداریم، پسوند جان نداریم، پسوند گان داریم. دزد ها که آمدن همون نام نادرست را دزدیدن بردن، همین نامی که غلط هست. آذربایجان چیزی نیستش، آذربایجان هست. اگر از گذشته می دزدیدن باز ما می دانستیم که اینه در زمانی دزدیدن که نام پهلوی بود. اصلا اون نمی دوانستن بدزدن، چون این انگام شاهنشاهی و همایون ساسانی پادشاهانش در فرانسه پادشاهی می کردن، اینکه نمی توانستن دست به نام و استانهای ما ببرن. ببینید الان ما با این موج تصورات جدایی طلبی یا تصورات قومی دیگر، در حالی که سرزمین سرزمین ایرانه و هر کسی که در این سرزمین به وجود اومده ایرانیه، چطوری میتونیم روشنشون بکنیم؟ چطوری میتونیم بهشون آگاهی بدیم؟ کار زیاد میخواد، کار زیاد میخواد، برای اینکه دروغ در از زمانی که ایمبری سازمان شاخه ای از سازمان های براندازی و تبهکاری را بنیان گذاشته که همون سازمان پانترکیسم هست و شابشال این کارو کرده، دروغ همینجوری پشت دروغ افسوده شده و روی هم انبار شده و سازمان های زیادی هم گفتم با توانایی پولی که دارن این دروغ ها را میرانن و پشتیبانی میکنن. ما شوربختانه شکست خوردیم. ما پادشاهمون در افریقا افتاده است 37 ساله، پرچممون سرنگون شده است، ما کشور نداریم، در برون مرز هستیم. شما پنجره ای را باز میگذارید، من سرباز که از رخت سربازیم به زور شورشگران کنده شدم، با دل خون آمدم ایران شناسی خوندم، از این پنجره اندکی به مردم ایران در این زمینه آموزش آگاهی میدم. این آگاهی ها باید زیاد باشه. شوربختانه این آگاهی ها در دست همگان نیست. من با پوزش زیاد نمیبینم ایرانی را که ترک شناسی خوانده باشه. من خواندم چون که دانشگاه هلسنکی از دانشگاه هاییست که بنیاد ترکناسی رو گفته گذاشته، من در اونجا رفتم و این را خواندم. دانش بسیار زیادی است، دانش ژرفی است و دروغ ها را بسیار بسیار زیاد در برابر راستی میبینید، همچون انبوه نمیدونم ویروس ها و میکروب هایی است که به تن تندرست ایرانی، آذربایجانی، اردبیلی، تبریزی تاخت و تاز میکنه پی در پی. میبایستی با توان زیاد، با آگاهی های زیاد پخش بشود. خوشبختانه ما نوشته های ترک شناسی همه در دست ما هست، ترکان چیزی نمی نوشتن. من بار پیشم گفتم باید کسی باشد، من گفتم کسی آیا می تواند استوار کند که نام ترک ایرانی نیست؟ ایرانی است. این مردم ایرانی نام هستند و در نمی توانند در آذربایجان بزیند. بسیار آسان است. من با یک کسی که نمیدونم در اردبیل در خیابان میوه میفروشد میگوید که من نمیگویم که از من بخر، اما پول میدی مار فردار بخر. من به اون میگم که تو که میگی فر، این فر نیکیست به زبان ایرانی. من به اون میگم خب من چهرهتو نگاه میکنم، این چهره شما مانند چهره منه.
و این چهره نامش در مردم شناسی کافکازیه. آخه ترکان مردمان دیگری هستند، دارای چهره های مغولی هستند، شما از چهرت نشان داده میشه که ایرانی هستید. خب این بایستی بپذیره چنین چیزی. از زمین شناسی، مردم شناسی، زبان شناسی ما میتوانیم بهره بگیریم. همه اینها میتواند نشان بدهد که چیزی به نام ترک در استانهای گرامی آتورپاتکان با اون گذشته بزرگ درخشانش نمی زیسته است و نمی زید. ابن فضلان برای نمونه، این یک نویسنده تازی است. سفرنامه ابن فضلان را بخوانید، میگوید برای دیدن ترکان به بیابان رفتم. خب چرا نمیگوید برای دیدن ترکان به تبریز و اردبیل رفتم یا به زنگان رفتم؟ خب همشون اینجوری هستند، همه نویسندگان در صده های 12، 13 همشون همه همین را میگن. خب ابن فضلان میتوانست بگی که برای دیدن ترکان رفتم در تبریز یا در مراغه ترکان رفتم، چرا چنین چیزی نمیگوید؟ چه کسی میتواند پاسخ این سخن را بدهد؟ پاسخ ناروا بدهد، بگد که نه ایرانیان ترک بودن در زمان ابن فضلان هم بودن. خب در زمان ابن فضلان بودن، ابن فضلان رفته است با مردم اسکاندیناوی دیدار کرده است. به کجا رفته است؟ در اسکاندیناوی رفته دیدار کرده است. خب میخواست ترکان را ببینه، چرا به بیابان؟ میگه من رفتم در نزد آنها، بهره های کشاورزی ندارن، چون کشاورزی ندارن، واژگان کشاورزی هم در نزد آنها نیست. بهره های کشاورزی را من نزد اینان بردم و در اونجا در چادر اینان را دیدم. نمیگوید که در شهر ترکان را دیدم. اردبیل شهر است، تبریز شهر است، مراغه شهر است، ارسواران شهر است. خب میگوید که در بیابان اینا رو دیدم و از این بهره های کشاورزی به اینان دیدم. ترکی را میگفت که چال میکردن به زمین میسپردن. دیدم که تکه های چوبی را با او به زمین به گور میسپارن. پرسیدم این چوب ها چیز؟ گفت که این بخشی از فرهنگ ترکان است. این چوب شماره کسانی است که این مرد در درازای زندگیش کشته است. یعنی سربلندی اینان به این بوده است که شما هرچی بیشتر آدم بکشی بهتر است برای شما، و این چوب ها اندازه شمار کسانی است که او کشته است. میسپاریم با او با پیکر او به زمین میسپاریم که در جهان دیگر این کسایی را که کشته است بردگان او میشوند و از این مرد ترک در جهان دیگه پشتیبانی و نگهبانی میکنند. اینا بردگان. آیا اردبیلی در زمان ابن فضلان یک چنین اندیشه ای داشت که هرچی بیشتر آدم بکشه خوشبختر میشه؟ سپس ابن فضلان میگوید که در چادر ترکی رفتم، زن اون ترک دامان خودش را بالا میزند و شرمگاهش را به ابن فضلان نشان میدهد. ابن فضلان میگوید این چه چیزیست؟ میگوید ما این فرهنگ را داریم، مهمان را شرماگین میکنیم. من ایرانی کجا این فرهنگ را داشتم؟ این دشنام است به ایرانی آذربایجانی و اردبیلی و نمیدونم تبریزی که بگوید ترک هستم. شما زمان ابن فضلان این فرهنگ را داشتی؟ هرگز ما یک چنین چیزی نداشتیم. ایرانیان در نوشته های اروپاییان هم هست، در نوشته های جاهز هم هست که یک تازه میگوید که هیچ پاره ای از اندام ایرانیان دیده نمی شود. هیچگاه برای نمیدونم پیشاب رفتن همینا را نمی بینید. همیشه جامعه های پاکیزه، همیشه جنگ افساری درست در برابر خیش دارن، پیکرهای بلند و آزاده هستند. در هنگام جنگ ترس را در دل دشمن می نهند. در هنگام آسایش و آرامش و بزم بهترین و درستترین و چارسازترین و نیکترین مردمان هستند. ما چنین فرهنگی نداشتیم، که برای همینم ابن فضلان می گوید که به بیابان رفته است که ترک را ببیند. باید اینها را گفت. اگر اینها را بگوییم، آنگاه اون مردمی که از نمیدونم سازمان دوزخی پانترکیزم که آبش خوره دوزخ را دارد میتواند جدا بشود. برای اینها، برای رهایی این کسان در برابر اون زهرا، پادزهرهای چنینی میبایستی به کار برده شود. من خوشحالم که در اول برنامه شما روشن کردید و با اشاراتی که داشتید فرمودید که تمام مسائلی رو که عنوان میکنید مستند و به همین دلیل به فرمایشاتی که گوش میکنم معتقد هستم که هر ایرانی دیگری هم که مایل هست و یا هر کسی که ادعا میکنه که ایرانی نیست میخواد بدونه میتونه مراجعه بکنه و بخونه.
جناب ستوده، سیر نمیشم از صحبت کردن با شما. امید دارم که در جلسات دیگه هم به من این شانس رو بدید که بتونیم باز با همدیگه راجع به این مقوله و یا مسائل دیگری صحبت بکنیم، برای اینکه مطمئن هستم آنچه را که شما اشاره می‌فرمایید مستند و یادگیری و دانستنش با ارزش برای بنده و تمام تماشاگران. اجازه میدید؟ خواهش میکنم. من برای من بخت خوشی هست که گفتگو با شما بکنم و به دانسته ها را، من ایران شناسی را برای چی خواندم یا ترک شناسی را برای چی؟ رهایی خودم و رهایی مردمم، برای اون خواندم. من سربازم و این را ابزار جنگی خودم میدارم. برای این شما مهر میکنید که میگذارید که من از این دریچه‌ای که میگشایید این جنگ افزارها را در دست، زوبینها را در دست هممیهنانم بگذارم که به خودشون نیرومند بشن و با این جنگ افزارها در برابر دروغ بایستن. عمر طولانی رو براتون آرزو میکنم که بتونید روشنگری بکنید. متشکرم از اینکه وقتتون رو به من دادید. منم سپاس دارم. زنده باد ایران. خواهش میکنم. خانم ها، آقایان، چقدر چیز یاد گرفتم. افتخاری بود که در خدمت زرتشت ستوده بودم و همینطور شما. تا برنامه دیگری از نوزایی ایران، به نام خداوند جان و خرد.